برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می برم که صحت و سلامت باشین. با همی امیدواری ای بار در برنامه یک قدم یکی از نخبه های افغانستان از چهره های فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی و دولتی افغانستان را برای شما به معرفی می گیریم. خانم بسیار عزیز از فعالیت های ارزنده دارن که دوست داریم از زبان خودشان بشنویم که مهمان عزیزی که ما داریم فقط و فقط میگم که اسمشان است حسینه صافی و میشنویم که حسینه صافی کی است و برای ما و شما در برنامه چی گفتنی های خواد داشتن. بسیار خوش آمدین به برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما، از برنامه‌تون، از این که مرا دعوت کردین و امرای خوارای مسافر بیتارم که توسط برنامه شما در ارتباط شوم. حسینه صافی یک زن با افتخار افغان است که از خردرکی تا سنی که امروز رسیدیم مبارزه به خاطر رسیدن به اهداف اساسی و اصلی و ارزشی که زن در جامعه ما داشت و در جامعه رسیده ما داره مبارزه کرد. بسیار عالی. کارکردهای شما چشمگیر است و مردم شاهدش هستن. من میخواییم که در برنامه یک قدم صحبتهای فوقلاده خودمانه با شما داشته باشم و آنچه را که از فعالیتهایی که مردم در صفحات از شما تعقیب میکنن یا در کارتون میبینن تا انوز ندیدن اونا را بشنون و بفهمن که حسینه صافی از کجا شروع کرد، چه قسم شروع کرد، با کدام چالش ها برخورد. میشه که ایره بسیار اما طوره که مثل که ما دو دوسته که بین هم قصه میکنیم برای ما و بیننده های برنامه یک قدم داشته باشیم. حسینه صافی از فکر میکنم از روزی که تولد شدم مبارزه را شروع کرده به حیث یک دختر، ولی خوشبختانه در یک فامیل روشن فکر تولد شده که فامیلش و بخصوص اعضای فامیل مردش همیشه از او حمایت کرده. مبارزه رسمی را از سن 15 سالگی شروع کرده به حیث یک کتابدار که در پاکستان در مهاجرت زندگی میکرد. بعد از این که درس ها و کورس های را خواند، یک امتحان گرفته شد که در اون امتحان تقریبا چندین نفر دخترها موفق شدن و تعداد زیاد از اونا معلم شدن. دلیلی که من معلم نشدم به خاطر از این که سن من ایجاب نمیکرد و امتیاز را که گرفته بودم اداره نخواست که من از دست بده و اونا من به حیث کتابدار در اونجا تعیین کردن. از سن 15 سالگی در کتابخانه شروع کردم کار، که کتابخانه هم کتابخانه بود که در اونجا با خواهرایی که میخواستند که لسان انگلیسی را بفهمند به خاطر افهام و تفهیم بر از اونا برنامه های داشتیم که اونا را در اونجا حمایت میکردم. با آهسته آهسته بعد از او به حیث معلم، به حیث مربی معلم، به حیث مربی مربی معلم، به حیث معاون یک اداره، به حیث مشاور نصاب محاوره انگلیسی از کودکستان تا کالج یا تا صنفای لیسه، و بعد از او در یک نهادی که به نام داکار است به خاطر خانمای بیوه در برنامه اقتصادی توانمندی زنا کار کردیم و آیستا آیستا در برنامه انکشافی، در برنامه تعلیمی، در برنامه آگاهی کار کردیم. ولی یگانه چیزی که ویژگی داره و خودم برش افتخار میکنم، در طول 25-30 سالی که من کار کردیم آدرس من زن بود، برای زن کار کردیم. اگر بخش تعلیمی بود، تحصیلی بود، آگاهی بود، دادخواهی بود، یک آدرس بود که او زن بود. ما بر زن افغان کار کردیم و خواستیم که به حیث
یک زن افغان و نسل آینده خود تجربه ای را که پیدا کردیم از مبارزه، از چالش ها دوباره او را بر نسل آینده خود پیش کنم به قسمی که اونا باید امیدوار شوند که اگر یک کس تعهد، صداقت و پشتکار داشت، انشالله که به همه اهداف مشخصی که در زندگی رسمی و شخصی خود داشته باشه برسه. دقیقاً من حرفای شما را تایید میکنم. از لابلای صحبتهایی که از شما گرفتم شنیدم که در عرصه های مختلف غیر دولتی فعالیت های بیشتر داشتین و مخصوصاً فعالیت هایتانم برای خانم ها بوده و در عرصه خانم ها بوده، با تفاوتی که امروز در تحت تاثیر دولت کار میکنین، بین از این بپرسیم که احساستان و تفاوتی که شما احساس کردین در کار غیر دولتی و امروزه در کار دولتی که امروز من حیث وزیر امور زنان هستین، میشه که این احساستان بیان بکنین و تفاوتی را که احساس کردین چی بوده؟ بله، فکر میکنم که تجربه گذشته ما که در عرصه زنان با کار کردیم به حیث یک قوت مرا کمک کرد در سمت دولتی که امروز به حیث وزیر زنان کار میکنم. احساس ما یک احساس قوی و یک احساس حاکم و یک احساس است که اعتماد به نفس قوی دارم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که تجربه ای را که من دارم خودش به حیث یک اساس قوی برنامه‌ریزی برا کمک میکنه و این که در گذشته بعضی مشکلات چون نهادها خرد بود، برنامه خرد بود و آل در یک وزارت تمام خواسته هایی را که یک وقت فکر کردم که اگر من در یک سمت اجرایوی با صلاحیت باشم انشالله که بتانم بر خواهرای خود رسیده، امروز در این سمت به این امید استم و خودم امی یقین دارم که امو کمبودی هایی که مانده به حیث یک فرد، به حیث یک زن بتانم که او را هم پر کنم. بسیار عالی. از لابلای صحبت شما فهمیدم که شما گفتین که امروز در تحت نظام دولت در یک موقف اجرایوی کار میکنین. بله. با اون که من قبلا میشنیدم که وزارت امور زنان فقط یک وزارت پالیسی ساز است، نه یک وزارت اجرایوی، ولی بله. امروز چیز تفاوت حس کردم. بله. این تفاوت در کار وزارت از کدام زمان آمده؟ بله. و چطور شده که وزارت امور زنان که یک وزارت پالیسی ساز بود امروز به یک وزارت اجرایوی تبدیل شده؟ بله، من فکر میکنم که همه خواهرها و همه کسایی که برنامه زنان را در افغانستان تعقیب کردن مدت 5 سال گذشته اینا شاهد هستند که ما دستاوردهای بسیار ملموس در عرصه پیشرفت و انکشاف زنان به سطح دولت داشتیم. یعنی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه انکشاف زنان اقدامات تاریخی را کرد که در تاریخ افغانستان در گذشته تکرار نشده بود یا وجود نداشت. مثلا ما اولی که همه ما میفهمیم که قانون اساسی ما به سطح منطقه یک قانون معتبر و یک قانون یا یک اساسی است که نه تنها به همه شهروندان بلکه بر خانما هم یک حق مساوی را به مثل یک اتباع یک کشور میده. بعد از او بر اولین مرتبه ما در 5 سال گذشته اقدامایی را دیدیم که خانمایی که حتی در سن بسیار کم بودن اینا به سمت های بشان فرصت داده شد تا بتانن امو ظرفیت های خود نشان بدن. نه تنها او که در سطح منطقه بر اولین مرتبه ما یک خانم به حیث عضو شورای عالی قضا داشتیم، همون قسم بر اولین مرتبه ما یک خانم به حیث معین وزارت دفاع، معین وزارت داخله، وزیر اطلاعات فرهنگ. این برنامه هایی بود که
بر اولین دفعه در نمایندگی ملل متحد با یک خانم داشتیم، یک سفیر در یک مملکت بزرگ مثل ایالات متحده امریکا یک سفیر خانم داشتیم. بر علاوه از این برنامه های بسیار مشخص دیگه که از سطح مرکز تا ولایات بر خانم ها پلان شد، طرح‌ریزی شد که در او 50% خانم ها اشتراک دارن. امروز بلاو بیساق شهروندی است، یعنی کمبودی را که ما در سالهای گذشته داشتیم و ما در نهادهای غیر دولتی بر از او دادخواهی میکنیم که باید برنامه های حکومت از مرکز به ولایات برد. توسط بیساق شهروندی ما تانستیم که امو کمبودی را هم پر کنیم. دستاورده امی است و از چی وقت وزارت اجرایی شد؟ بعد از این که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک دولت منتخب آمد و به دستبت وزارت امور زنان به اساس دستاوردهایی که ما در 5 سال گذشته داشتیم، به خاطر طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی مؤثر از این وزارت زنان را رئیس صاحب جمهور اعلان کردند که بعد از این وزارت زنان یک وزارت اجرایوی هم خواهد. به این معنی است که در وقتی که شما به وزارت آمدین، این تغییرات هم در ساختار کاری وزارت رونما شد. بین تو رو بپرسیم که چی چیز صدرای کار شما میشه؟ آیا امنیت، فساد اداری و یا ای که زن ستیزی و یا هر موضوعی که ما در بیرون زیادتر در وضعیت افغانستان، مخصوصا وضعیت زندگی زنای افغانستان مشاهده میکنیم، کدام چیز صد رای کار شما به خاطر آنچه که میخواین انجام بتین و یک موانعی هست، یک چیزی هست که شما را صد میشه؟ میشه ایره بگوین کدام چیزایی هست که شما را صد را میشه؟ میخوایم که به حیث یک زن، یک فعال و همچنان یک وزیر بگویم که من تشکر میکنم از همه کسایی که تا 20 سال گذشته زنای افغان حمایت کردن، که از آگاهی شروع کردن و اینا به ظرفیت سازی، از ظرفیت سازی به اشتراک، از اشتراک به اشتراک مؤثر، و امروز با خود ما بگیم که زنای افغان آماده از این هستن که مسائل خودشان رهبری بکنن. تشکر میکنم از دولت، از جامعه جهانی و از همه همکارایی که ما را حمایت کردن. بدون شک افغانستان تنها مملکتی نیست که زنان دو چالش داشته باشند. امروز به حیث زن فعال و میفهمم که شما همراه ما موافق خواهد بودین که در تمام جهان زنان مشکلات خود دارند، ولی صرف شکل مشکلات از اونا تغییر داره یا او روح ظاهری از اونا تغییر داره. یک کسی به نام خشونت مقابل چالش میشه، یک خانمایی هستن که به خاطر خشونت خانوادگی است، خانمایی هستن که به خاطر کاریابی است، خانمایی هستن در جهان که به خاطر سمتای تصمیم گیری چالش دارن. یعنی مشکلات همه خانم ها دارن و همون قسم زنای افغان هم بدون چالش نیستن. بدون شک که در بعض مناطق شاید مسائل امنیتی باشه، ولی دلیلی که من پیشتر گفتم که زنای افغان امروز رهبری مسائل خودشان کده میتونن به می خاطر بود که در جایی اگر ما به صورت عمومی بگویم امنیت مشکل است، امنیت به صورت عمومی مشکل نیست. در بعض جایا امنیت مشکل است، در بعض جایا تحرک مشکل است، در بعض جایا سنت مشکل است، در بعض جایا فرهنگ مشکل است. یعنی اگر ما اینو به بسیار خلاص تحلیل بکنیم، هدف از این است که ما باید کار بکنیم. سر چی؟ ما امروز به حیث فرد همه را میبینیم که یک حمایت بسیار واضح بر ما دارن، از شخص رئیس صاحب جمهور گرفته تا معاونین تا اعضای کابینه تا همگی. پس مشکل در کجاست؟ ما فکر میکنم که امروز باید زنای افغان، دولت، رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه جهانی، همه کسایی که میخواهند زنای افغان کمک بکنن، اینا باید سر سیستم سازی کار بکنن. اینا باید سیستم‌های قوی را جابجا بکنن تا سیستم حمایت بکنه از زنا را. کسایی که حمایت میکنه زنا را وقتی که در اون سیستم آمدن، اگر دیدن که خود اجست کرده یا جابجا کرده تا نیستن کار میکنن. اگر این سیستم یک چیز بزرگ است، او را هیچ کس از بین نمیتونه برده.
پس امروز یکی از کارهای یا یکی از راهبردهایی که ما به حیث زنا سرش کار میکنیم سیستم سازی حمایتی بر زنا است. اگر در مرکز است و در ولایت است، به اساس از او باز هم یک مرتبه یادآوری میکنم که از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از وزارت زنا و همه زنا در افغانستان تشکری میکنم که بر اولین مرتبه چیزی را که ما در سالها برش دادخواهی کردیم، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد وزارت زنا را قبول کردن به حیث یکی از معاونینی که در ولایات زنا باشه. یعنی بر اولین مرتبه یک شاخص سیستم سازی که حکومتداری محلی است در تاریخ افغانستان، زن در سیاست محلی یک ولایت یک جای بنیادی را گرفت که او توسط از این معاونین ولایات میتونه که ابو اوضاع وضعیت خانما را از خانه گرفته تا همه برنامه ولایتی او شامل بکنه به خاطر موثریت و رهبریت خودشون. بسیار عالی، صحبت بسیار جالب و عمجانبه دارین. بیایم یک روال دیگه صحبت با شما می داشته باشیم سر مسائل شخصی و زندگی شخصی شما می آیم. در پهلوی از اینکه شما همچه یک زن فعال هستین که از شروع تا به حال فعالیت های شما را که از 15 سالگی شروع کردین شنیدیم و بیننده ها با ما همچنان شنیدن، در مورد از اینکه برای کارهای شخصی و زندگی و فامیلی و اینا چگونه می رسین؟ یکی از مسائلی که از گذشته چون ما پیشتر هم گفتم از خورترکی کار کردیم، در زندگی خود یک اصول مانده، یعنی وقت خود کوشش میکنم که درست مدیریت بکنم. به اساس از امو چون امی کار را که میکنم این یک حسه وجود ما حال شده و به اساس از او من میخوایم که مدیریت وقت خود به صورت درست بکنم تا بتونم به خانه و به کار خود برسم. شاید به قسمی که خودم میخوایم به خانه رسیده نتونم، ولی تا اندازه میفهمم که رسیدگی کرده. اگر بپرسیم که ثمره زندگی شما چی هست، میشه بگوین برای ما که ازدواج کردین، طفل دارین، ندارین، چی تصمیم دارین، این چیزها رو برای ما میشه بیان بکنین؟ ازدواج کردیم، به فضل خداوند سه طفل دارم، طفل هم بیس حال فضل خدا کلان هستن، دو دختر و یک پسر. ماشاءالله. دخترها و پسرها هم همگیشون همچنان فعال هستن، از درس و تحصیلشون میشه یک مقدار برای ما بگوین چی؟ همشون بله فعلا در مکتب هستن، یکی شاید به خیر امسال فارغ شوه، دومش صنف ده است و سومش صنف نو است. مطمئنن مادرای فعال و خانمای فعال نه تنها برای فرزندانشون که حتی برای تمام اطرافیانشون یک الگو هستن، کسی هستن که کسانی که در اطرافشون زندگی میکنن اونا را به عنوان یک مثال میبینن و مطمئنن که فرزندان شما هم همچنین است. در پهلویی که مادر هستین، خانم فعال عرصه کاری هستین در دولت، در سیاست و در اجتماع، پرسان بکنیم که برای خود چی کارهای میکنین؟ شخصا چه تفریحی برای خود ایجاد میکنین؟ دارین برایش فرصت یا خیر؟ بعضی وقت بله، چون یک وقت میشه که انسان یک ضرورت داشته میباشه که اما یک ضرورت وجود شخصیش میباشه. دو کار میکنم، یکی عادت دارم که خوش دارم که تنها بشینم و فکر کنم راحت، یک مرور میکنم با خودتان خلوت میکنیم. بله. و دومی که بعضی وقت ورزش میکنم و ای البته تقریبا دوی بعد از 30 سالگی کار شروع کردیم و یکی از کارهایی که از گذشته میکنم و بسیار چی را خوش دارم؟ دراما را خوش دارم. کوشش میکنم که درامایی که به واقعیتهای زندگی نزدیک باشن، به هر لسانی که باشن، البته لسانایی را که من میفهمم، امور را به 1 ساعت یا 1.5 ساعت یا 2 ساعت ببینم. بسیار خوب. زمانی که خلوت میکنین با خودتان، میایم سر از او، میخواییم عمیق بریم اونجا، لحظاتی که با خود خلوت میکنین زندگی را حتما ارزیابی میکنین، کارهایی که میکنین ارزیابی میکنین، ساعتهایی که برای خود گذاشتین برای فامیل و اینا، گاهی احساس میکنین که کم آوردین؟
بله، ما خلواتی را گفته نمیتونم، هر روز خو خلوت نمیشه، ولی پیش از این که هر شب استراحت کنم و کل روز خود ارزیابی میکنم و در کل روز همه کارهایی را که کردیم و کی همراه ما چه قسم رفتار کرده و ما چه قسم رفتار کردیم، او را هم یک ارزیابی میکنم و در اونجا تحلیل میکنم که کدام کار ما باید نمی کردم که کردم دخیقا. و کدام کار ما توقع نداشتم از نفر مقابل که او کرد، پس به اساس از او بر روز دیگه خود پلان می کنم که امی نفر اگه باز بدیدم کدام کار را که من نمی کردم و کردم در مقابل از او، او را چطور کفارش ادا کنم درست. و اون کسی که مثلا من از کارش ناراحت شدم چطور بتانم که دیگه از او مثلا یا فاصله بگیرم یا امو ناراحتی را که من احساس کردم چطور بفهمانم. حسینه صافی وقتی که در وقت خلوت است یا در هر زمانی که به خودش فکر میکنه، چی چیز شدید ناراحتش میکنه؟ بدی، ناراحتی، یک چیزی که من توقع نداشته باشم و کسی او را بکنه. یعنی من در زندگی خود کوشش میکنم که هیچ وقت در مقابل کسی به احترامی نکنم. یک چیزی که من بسیار ناراحت میکنه به احترامی است که کسی در مقابل نه تنها من ولی حتی یک کسی دیگه به احترامی بکنه، من ناراحت میشم. بخاطر از این که من به این باور هستم که نه تنها هر زن بلکه هر انسان یک ویژگی خاص داره و ما باید اون ویژگی خاص از او را پیدا بکنیم و او را احساس بدیم که تو خاص هستی و بر همه ما ارزش داری. دیگه چیزی که من را ناراحت میکنه یک به احترامی است، اگه او فکری باشه، اگه او کرداری باشه، اگه گفتاری باشه، هر چیزی که باشه. و برعکسش اگه پرسان بکنیم که چی چیز شما را خوشحال میسازه؟ چی چیز من را خوشحال میسازه؟ سرازی، صمیمیت، راستی، صداقت، زیاد صداقت، چون چیزی که خودم همیشه کردیم صادق بودیم و توقعی که از همه دارم بخواهم که بسیار همراه من صادق باشه همگی. دیگه من صداقت و راستی زیاد و تعهد پشت کار هر چیزی که باشه، اگه زندگی شخصی باشه یا رسمی باشه. متوجه شدیم که بسیار صمیمی هم هستین؟ ولی از صحبتهایتان حس میشه که واقعا یک خانم به نهایت صمیمی هستین و اینمی صمیمیت هم باعث میشه که راه را بین مردم و اجتماع بردن باز بکنه. ای از لابلای صحبتهایتان میره ارزیابی کردم و برتان میگم که اگر گاه کس پرسان میکنه که تعریفتان چی هست، شما میتونین اضافه کنین که من گفتم فوق العاده صمیمی هم هستم که شما ایره هستین. ضمن از اینکه من بر شما شدیداً آرزوی موفقیت میکنم، چیزایی که از شما شنیدم، مثلا یک قدم راه خود اشتباه نامده، جای آمده که یک نخبه رو معرفی میکنه که او شما هستین. تمام فعالیت هایتان ارزنده بوده، چه در اجتماع، چه در خانواده و حتی رسیدگیه که بر خودتون داشتین. شما رو داور زندگیتون تعیین میکنم. اگر بخواین که تماشا بکنین حسینه صافی را در یک وقتی که 5 دقیقه فاصله بین دو ملاقات است کارایشه، برایش یک نمره از 10 نمره بتین، چند نمره میتینش؟ 8. دلیلی که 2 نمره کم میتینش چی است؟ به خاطر که هیچ وقت نخواستیم که 10 بگیرم. خب تلاش شوری نکردین، ولی من مطمئن هستم شما بالای 10 نمره گرفتین نظر به فعالیت هایی که میکنین. جهان من سپاس میکنم از اینکه شما وقتتان گذاشتین در اختیار برنامه یک قدم. صحبت هایتان زیبا بود، خودمانی بود، هیجانی بود، پر از گپ بود برای همه. من دوستش داشتم، مطمئنا بیننده های عزیز برنامه یک قدم دوستش داشتن. بسیار زیاد سپاسگزار هستم. من لحظه ای که داخل وزارت شدم دیدم که پای هم شما برنامه ها دارین و این وقتتان اختصاص دادین برای ما، برای برنامه یک قدم، برای بیننده های برنامه یک قدم. آرزوی موفقیت براتون میکنم، کامگار و سلامت باشین. بسیار تشکر از شما، از برنامه یک قدم و از این فرصتی که باز هم همین مصاحبه را من به حیث یکی از فعالیت ها و مسئولیت های خود به نسل آینده خود میبینم
که مرا این فرصت دادین که در برنامه یک قدم بیایم. بر شما موفقیت و عزت و کامگاری را خواهم. زنده باشین. ما میخواییم که چون شما فعالیت های در عرصه کارهای زنا داشتین و من هم یک زمان کارمند امی وزارت بودم و از تجربه که داشتم یک کتاب نوشتم که این مجموعه داستان های واقعی است و این کتاب را میخواییم برای شما تحفه بدم. عنوان این کتاب است پس از خاموشی. مطمئن هستم که کدام وقتی که فرصت پیدا میکنین و این را مطالعه میکنین در این کتاب در یک جمله، در یک صفحه و یا که در یک داستانش خودتان پیدا میکنین. بسیار تشکر. بخیر باشه. حتماً به ایرم میخواد. بسیار زنده و سلامت باشه. بخیر باشه. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، ای بود داشته های ما در این برنامه. امیدوارستم که طرف توجهتان قرار گرفته و مطمئن هم هستم که صحبت هایی را که از خانم حسین صافی شنیدیم شریدنی بود، دیدنی بود و شما هم مثل ما دوست داشتین و چیزای آموختین و لذت بردین. تا برنامه بعد هر کدامتان به الله یکتا و بیامتا می سپارم. کامگار باشید.